سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت 22 جوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه بیانیه ای صادر کرد این سازمان در بیانیه خود آورده شکنجه های فیزیکی و روانی همچنان از سوی حکومت ها, جریان ها و گروه های تروریستی با انگیزه های سیاسی تایفه‌ای و نژادپرستانه علیه قربانیان به کار گرفته می شود مسلمان آزاده گفته از شکنجه برای گرفتن اعترافات غیر حقیقی و غیر قانونی و کسب اطلاعات خصوصی استفاده می شود رفتار و اقدامی که تمامی قوانین انسانی را نقض کرده و نادیده می گیرد این بیانی افزود از نظر قوانین بین المللی شکنجه جرم محسوب می شود و نمی توان تحت هیچ شرایطی آن را توجیه کرد مسلمان آزاده گفته حکومت ها از شکنجه به عنوان یک ابزار ضد انسانی برای ترساندن و خاموش کردن معترضان دیگر و اصلاح طلبان استفاده می کنند و متاسفانه جامعه جهانی ناتوان از هر اقدامی آنچه را رخ می دهد نادیده می گیرد و با لحاظ داشتن منافع اقتصادی و سیاسی از کنار حقوق بشر بی تفاوت می گذارد. این سازمان در پایان بیانیه خود خواستار برخورد مناسب و سریع با حکومت ها و گروه های شد و از مدافعان واقعی حقوق بشر خواست تا برای نجات قربانیان شکنجه اقدام کرده و شکنجگران را تحت پیگرد قرار دهد.